ببینیم امروز چه آشی برامون پختن. بازم که نیست مژگان. مژگان بیا سارا بودو. سلام عزیزم. واقعا شما مرد خون سردی. من دلم داره این سیر و سرکه میجوشه، تو نشستی داری شیری نمیخوری. من میگم تو هم بیا بخورا. ببین رنگ رو چرا مچل نمیارم؟ فشارت افتاده عصبی. چرا مچل نمیارم؟ خب میارن دیگه، اون رو دنبالش هم. سلام آقا. سلام خانم. سلام عزیزم. بیا شیرینی بخور. بیا. نه شیرینی شما رو نمیخورم. مژگان من فرستاد بهتون بگم هیچ وقت نمیاد پیشتون. خب برگردید خونه. مژگان فرستادت یا خانم جاهد؟ سارا جان خواهش میکنم عزیزم. مژگان گفت اگرم نرید اذیتتون میکنه. آخرش هم گفت خود دانید. بفرما خود دانید جمله ای که بچه بگه. حالا شما بشین اینجا، بشین این ذره. خودش هم خود دانید. سلام آمد. خوش اومدی. خوش واسطه. جواب تو اینجا چیکار میکنی؟ فلا اومده به ما میگه که مژگان گفته برگردید برید خونتون. بله مژگان گفته که اینا برن خونه. جواب تشریف داشته باشی معلوم یا خودت. ببخشید میرید دنبال مژگان؟ دارم سعی میکنم پیداش کنم. البته فکر میکنم همین جواد یه جایی قایمش کرده. یه مدتی هست این دوتا به هم خیلی وابسته شدن. یکی از دلایلی هم که مژگان دوست نداره اینجا رو ترک کنه وابستگیش به جواده. ولی سعی میکنم راضیش کنم. اگه اجازه بدی منم باهاتون بیام پیداش کنیم. نه شما تشریف داشته باشین. ترسم اگه شما رو ببینه راضی نشه برگرده. با اجازهتون. بله خواهش میکنم. کار این دوتا بچه نیست. دوتا بچه عقلشون نمیرسه که اینجوری نقشه بچینم ماجر رو درست کنم. خب سارا جان اینا دوتا بچه نیستن، یه دار و دستن. اصلا همه با اونا، من فکر میکنم اون خانم خدمتکارم بهشون کمک میکنه. واقعا خسته شدم از دستشون، خسته شدم. یعنی آقا ما میخواییم با شرایط قانونی یه بچه از اینجا بگیریم، هیچ چیز اضافه بر سازمانی هم اینا نخواستیم. چرا اینقدر هی نمیاد؟ چرا هی نمیشه؟ چرا؟ سارا جان وای سارا، یعنی به اینجام رسیده افشین باور کن. آروم باش، آروم باش. تو مژگانو دوست داری؟ چه سوالیه میکنی؟ من عاشقشم. خب منم دوستش دارم. ولی اون بچه ما رو دوست نداره. بابا دیگه باید چی کار کنه؟ روز اول که به همون محل نذاشت، روز دوم که به همون آب پاشید، اینم از جلسه سوم. چجوری باید بگه؟ ما رو دوست نداره اون بچه. نفشه نه ببین من و تو بلدش نبودیم. مثلا نتونستیم اونجوری که باید جذبش کنیم. میفهمی چی؟ چجوری باید جذبش کنی وقتی از ما فراریه؟ سارا پشو بریم بین این بچه ها به چرخی. من مطمئنم اگه مژگان رو فراموش کنی عاشق نصفشون میشی. مشکل اینجاست که تو نمیفهمی. من نمیتونم اونو فراموش کنم. نمیفهمی قدر یه مادری که 9 ماه یه بچه رو تو دلش نگه داشته. من یه ماه انتظار کشیدم. من یه ماه هر شب با خیال این بچه خوابیدم. حتی گرمای دستاش رو افشین حس کردم. هر شب براش قصه گفتم. نمیتونم. نمیدونم چرا نمیفهمی. نمیتونم. سارا اگه واقعا مژگان رو انقدر دوست داری باید از خودت بگذری. بگذری و بذاری همین جایی باشه که دوست داره. اون بچه اینجا رو دوست داره. خانومم. بله بریم. سارا چیزی شده سارا جان؟ برو بهشون بگو ما مژگان رو نمیخوایم. چی؟ نمیخوایم؟ نه وقتی اون بچه خودش نمیخواد ما هم نباید بخوایم. بیشتر فکر کن سارا. فکرامو کردم، تصمیمم هم گرفتم قطعی.
اگه بعدم تونستم خودم رو جمع جور کنم ما هم دیگه برمیگردیم اینجا، شاید یه بچه دیگه انتخاب کردیم. مطمئنی خانمم؟ جانم چی شد؟ حرف زدن؟ بله. خنده بندم کردن؟ آره. بغل مغل چی؟ چطوری؟ اینجوری. چی شد کریم آقا؟ ارتش زد گاراژ؟ آره ارتش زد گاراژ. گاراژم کرکرش رو کشیدیم پایین، یه دونه قفل گنده هم بهش نصب کردیم، فعلا تعطیله تا موقعی که مامان رو محاکمش بکنیم، ببینیم برای چی خیانت کرد. یعنی دیگه بازی نمی کنی؟ نه فردا چی؟ نمیدونم. اگر ماما فردا برگرده ما یه منتی میذاریم سرش، دوباره ارتش را میندازیم. اگر برنگرده که تا اطلاع ثانوی تعطیلی، شما هم میریم مرخصی. اما تو را خود ارتشی میکن خیلی کیفیده. قصه نخور بابا، دوباره ارتشی تو میکنم. اونجا اینقدر مشکلات هستش که دوباره دور هم دیگه جمع میشیم. مهم اینه که ما تازه هم دیگه رو پیدا کردیم. آره خیلی مهمه، هیچ قصه نخورید. اینجا وای خدا شکر خدا نمازی، یه نفس راحت افشین گشی. خدا رو شکر. آقای عباسی شما اگه میشه تشریف ببرین تو ماشین، من چند لحظه دیگه میام. خیلی پسر خوبیه ها، عزیزم. باهوش، خوب، اصلا فوق‌العاده است. میام الان تو ماشین منتظر. من اجازه هست بشینم پیشت؟ بله.
من و آقای عباسی یه عذرخواهی به تو بدهکاریم و من میخوام ازت خواهش کنم ما رو ببخشی. ببین ما اگه مژگان رو نمی بردیم، شما وقتی 9 سالتون میشد از همدیگه جداتون میکردن. از چشمای تو معلومه چقدر پسر باهوش و مهربونی هستی. اون وقت اون موقع مژگان هم از تو جدا میشد، هم دیگه یه پدر مادری نداشت که مراقبش باشن، عاشقش باشن. تو که دوست نداری مومو تا آخر عمر تنها بمونه، نه؟ نه. من از ته دلم برات آرزو میکنم یه روزی از این در یه پدر مادر مهربون بیان تو که لیاقت پسر خوب و مهربونی مثل تو رو داشته باشن. بعد اونم تو رو ببرن تو خونهشون، تو هم صاحب یه زندگی خیلی خوب بشی. ازت ممنونم که ما رو میبخشی. میبخشی مگه نه؟ چرا از مخفیگاهت اومدی بیرون؟ چرا طبق نقشه اون عمل نکردی؟ مگه بهت نگفتم تا وقتی که عملیات تموم نشده نباید جا جنب بخوری؟ بعد میپری وسط میدون ماچش میکنی؟ با تو هم؟ آخه ساره جون داشت گریه میکرد. اه؟ پس انتظار داشتی با بلایی که سرش آوردی بیاد بشکن بزنه برامون؟ با تو هم؟ آخه دلم برای سوخت. من روز اول به تو نگفتم در دلتو ببند که باد نخوره، اگر باد بخوره هممونو به باد میدی؟ پس چرا رفتی این کارو کردی؟ پس چرا یه کاری کردی ارتشمون شکست بخوره، کمر ارتشمونو شکوندی؟ ببخشیم؟ ببخشیم که چی؟ ببخشیم که بری یا ببخشیم که بمونی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ براش بگو. یعنی اینکه میخوای با ما بمونی یا با اونا بری؟ هم دوست دارم با شما بمونم، هم دوست دارم با اونا برم. اصلا خودم هم نمیتونم چیکار کنم. بفهم، دلی که همه رو سوار میکنه آخر سر حیرون میمونی با کی پیاده بشه. تعبیر بگیر، درم بست. بریم بریم، باید یه خورده بخورش تنها باشه. بیا بیا دیگه. ببین، تا حالا به یه دوراهی خوردی؟ دوراهی چیه؟ دوراهی من چطوری به تو بفهمونم آخه دوراهی چی؟ دوراهی مثلا اینه که نخوردم دوراهی هیچ وقت. عزیزم دوراهی اصلا خوردنی نیستش، قربونت برم. دوراهی یعنی که وسط دوتا راه نمیدونی کدومش رو انتخاب بکنی. این بدبختی آدم با کلاساست. مثل ما نیستن که فقط یه دونه راه داشته باشن، تازه اونم جلومون ای میگیرن میگن نرو. ببین چطوری برات بگم. آها ببین دوراهی، ببین مثلا تو سر یه دونه سفره نشستی، هم قیمه هست هم قرمه، صاف خونه هم گیر داده، فقط یکیش انتخاب بکن. از این آدم مریض هست. خب بعد تو موندی الان قیمه رو انتخاب بکنی یا قرمه رو. اگر قیمه رو بخوری چشت دنباله قرمه است، اگر قرمه رو بخوری چشت دنبال قیمه است. میدونی چی میگم؟ به این میگن دوراهی. گرفتی؟ گرفتم. تموم شد، تموم شد. ولی یه چیز دیگه هم هست، تو اگر هر کدومش انتخاب بکنی بازم زهرت میشه، چون که یه کرمی تو وجود آدم هست دنبال اون چیزی میره که اصلا مال اون نیست. رو همین حساب ننم همیشه یه حرف خوبی میزنه، میگه تو این زمینه ها چشماتو درویش کن تا هرز نپره. الان مومو هم دقیقا سر همین سفره نشسته، قیمش مایی، قرمش عباسی. اینا منطقه قیمه ما پر از لپه و پیازداغه، قرمه اونا پر گوشته، اونم گوسفندی درجه یک. یعنی غذای اونا بهتره؟ بله اونا ملات داره غذاشون. ما چی داریم؟ مگه عکساشون رو نهیدی؟ چه میدونم سشوار و تخت گل منگلی و کتابخونه پروفسوری و اسکیت و اینجا چیزا. ما چی داریم؟ گلا پیرن. ما مخ داریم. ما چی داریم؟ مخ. مخ؟ این مخو بردار بردار جلوی دونه بقالی. ببین باید اینقدر پنیر میده؟ میتونیم اینا رو براش بسازیم. چرت و پرت بگی براش بسازیم؟ یه قوپه در میکنه برای من. چی بسازیم؟ اگه اینجا کارگاه است.
بیا برو ببینم، بیا برو از سوا خود کردی، برو بسازی مختری. دست در نکن، خسته نباشی. تو چرا با دست پس میزنی با پا پیش میکشی؟ من کی پیش کشیدم؟ گل دادم پیش کشیدن نیست؟ من گل ندادم بهش، گلشو پس دادم همین. یعنی دوستش نداری؟ نه، آدم بدی نیست، ازش بدم نمیاد، ولی خب نه اینکه بخوام باهاش ازدواج کنم. خب پس یه قدری دوستش داری؟ بالاخره یه خصوصیت خوبم داره. چی مثلا؟ بیخیال. من تا اونجا که یادمه تو خجالتی نبودی آسیه. من غریبم. بگو ببینم. میخوام بدونم چه چیزاییش بر تو جذابه. خب آقا کریم یه آدم مسئوله، مهربونه، با معرفته. بعضی وقتا هم با مزه است، بعضی وقتا نه همیشه. همین. خب اینا که خیلی خوبه که تو جواب مثبت نمیدی. خب من خیلی چیزای دیگه هم میخوام، موقعیت، تحصیلات، شکل و ظاهر، پول، همه اینا برای من مهمه. خب ببخشید دیگه، خدا همه رو جمع نکرد توی یه آدم تقدیم نکرد دو دستی به تو. کدوم آدم همه اینا رو داره؟ حالا بعضی که شانس دارن همه اینا دو دستی تقدیمشون میشه، پشت هم خواستگارای درجه یک. خدا باید شانس بده همین. بعضی ها که خدا بهشون شانس داده مگه نگفتی خواستگاراشون اونجوری نیستن که میگن؟ دروغ میگن. باره چند تاشو علکی میگفت، ولی اینی که داره باهاش ازدواج میکنه واقعا آدم حسابیه. تو الان اصلا نباید خودتو با رویا مقایسه کنی. چرا؟ مگه من چیم از رویا کمتره؟ من میگم چیزت کمتره، ولی یکم روش فکر کن. به خدا کم پیش میاد مردی آدم انقدر دوست داشته باشه. چند سال پیش من به تو گفتم، گفتم مواد مثل دندونات سفید میشه، تازه قدر کریمو میدونی. من برم کمک رویا. خوبی باشه که دختر خوبی هم هست. هرچی گفتن میگی چشم، اگه بردن جایی نمیگی اینو بخرین اونو بخرین، حرف خانم اکبری رو گوش میکنی، دستشونم ول نمیکنی. ببینم چی کار میکنی دیگه مژگان خانوم. باشه، خیالتون راحت باشه، مواظب هم باشین، زودم برگردین. چشم، خداحافظ. با اجازتون. سرخیز شدی آقا جواب.
کجا میرن؟ عشق و حال، تفریح. میرن تا ماما با اونا دوست بشه؟ آره دیگه، میرن که ماما باشون آشنا بشه، آشناتر بشه، آشنا ببینن. خلاصیه چرا میره؟ خب خلاصیه میره که اونا رو بپاد دیگه، ما کار دست این بچه ندن. اصلا ببینن اینا بچه داری بلدن، میتونن یه کاری کنن که به این بچه خوش بگذره یا نه. ما بریم آقا، ما بریم این چیزا برامون نون آب نمیشه. تو هم دیگه نمیخواد اینجا وایسی حسرت بخوری، بیا برنش برو رد کارت بابا. جواد تمام اون روز رو تو حیات انتظار کشید، همش میپرسید ماما الان در چه حاله. تا شب که بالاخره ماما پیدا شد و خودش لحظه به لحظه اون روزش رو تعریف کرد. سوار شدم اینطوری میرن. بعدش رفتیم بستنی فروشی، بستنی توت فرنگی برام خریدن، خیلی خوب بود. سارا جون انقدر مهربونه، من خیلی دوستش دارم. ناراحت شدی؟ نه. ببین باشه. ممنون. یه چیز بگم، قول میدی به کسی نگی؟ قول مرد و حرفش. فردا صبح سارا جون و شوهرش من از اینجا میبرن، دیگه هم برم نمیگردوندن. یعنی شب نمیارن دیگه اینجا؟ نه، برای همیشه من رو میبرن. بله، چی کارم داری؟ میدونی چیه؟ نه، نمیدونم چیه. اگه برم تو تنها میمونی، اگر هم نرم سارا جون تنها میمونه، پس اگه من چی کار کنم؟ خب نمیشه سارا جون بیاد اینجا پیش ما زندگی کنه؟ نه، سارا جون گفته اینجا برای بچه‌هاست، آدم بزرگا رو اینجا راه نمیدن. آها فهمیدم. چی کار کنم؟ من هم یواشکی سری ماشینتون میشم. آخه چطوری؟ خانم مایرم دارم تو دم در با هم میان. خب پس فردا میان. آخه چطوری پس فردا؟ مگه ما باز میاییم اینجا؟ اگه یه چیز جا بذاری میاییم دیگه. مثلا چی ما جا بذارم؟ مثلا کتابتون. آخه خونه اونا خیلی کتاب داره. بگو من چون این کتاب از همه کتاب های دنیا بیشتر دوست دارم، دوست دارم اونو بردارم. بعد اون موقع من هم سوار ماشینتون میشم با تو میام. باش جواد دیگه با اون قیل نباش. خب باش، حالا میتونم برم بخوابم؟ برو، شب بخیر. شب بخیر. کاشون لحظه می دونستن این نقشه کودکانه چه عاقبتی داره تا هیچ وقت اجراش نمی کردن. دیگه
شما از دست زحمت های ما خلاص شدین خانم. خیلی زحمت کشیدید. از همه چی ممنون. در تماس هستین برای برقراری. باشه بابا اسمایی خبوله هفت بابا جان چیزی شده؟ نه چیزی نشده. چرا؟ یه چیزی شده بابا اسمایی. چرا؟ اگه من برم بچه یه مامان بابا جدید بشم دیگه شما رو نمیبینم. حالا کو تو از پیش ما بری بابا جان. خب اگرم رفتی میگی مرتب بیارن تو اینجا که ببینیمت. خب بابا اسماعیل جانم بابا جان میشه بغلتون کنم؟ ای بابا جان چرا گریه میکنی؟ چون داری میری. کی گفته دارم میرم؟ آدم ها وقتی میرن و میان همدیگره بغل میکنن. تو هم منو بغل کردی دیگه، بس داری میری. بس دیگه، مثلا حالوسری این قیطی بازی رو ندارم. مگه چی میشه؟ بغل کنیم هم دیگه که چی بشه؟ مگه ما کم بوده محبت داریم؟ پس دست بده. دست بدم که چی؟ که بگم دوست دارم. ببین تو یه کاسه زیر نیم کاسه هست و نگه نفهمیدی؟ لطفا شما دست بده دیگه. نمیفهمم اصلا. بذاری بغلت کنم؟ چرا نمیذارم ماما بیا به بغل ماما؟ اون شب جواد دو دل شده بود بره یا نره. یه دلش با من بود، یه دلش با مشگان. به خاطر همین با حال بدی منتظر فردا و اومدن مشکان و مامان باباش بود.
پس مومو کو؟ علیکه سلام. ببخشید. سلام. پس مومو کو؟ منظورت مژگانه؟ دیگه نمیاد اینجا. چیزی هم نگفت شما به هم بگید؟ چیزی؟ نه نه. حالا برو پایین، من میخوام برم. مطمئنی؟ آره عزیزم، چیزی نگفت. خیالم راحت باشه. نه گفتی که خیالت راحت باشه. برو پایین نیفتی. برو برو. به شما چیزی نگفت. پس شما چرا اومدی؟ ای بابا عجب گیری افتادیم. ببین عزیزم، ما پروندهمون ناقصه، اومدیم اینجا کاملش کنیم، البته اگه شما اجازه بدید. حالا برم. بده برو بازی کماشا. بده. زحمت کشیدیم قربان شما، خدمت خواهر سلام برسیم. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا بفرمایید. خواهش. خدا نگهدار شما. به سلامت.